بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله به اطلاع بینندگان محترم میرسانیم که موضوعات مطرح شده در سلسله جلسات علمی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط حضرت آیت الله العظما سید صادق شیرازی صرفاً جنبه علمی دارد و در جهت نقد و بررسی مسائل فقهی میباشد، لذا نظرات مطرح شده به عنوان فتوا و دیدگاه ایشان تلقی نمیشود. لازم به ذکر است مؤمنین گرامی می توانند جهت آگاهی از فتاوای ایشان از راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنند: مراجعه و یا تماس با دفاتر مرجع عالی قدر، مراجعه به نمایندگان و یا رساله عملیه معظم الله، مراجعه به پایگاه‌های اطلاع رسانی و همچنین صفحات رسمی دفتر مرجع عالی قدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ایشون فرمودن، عرض کردم این مسئله دیشب و چون کمتر مطرح شده، محل ابتلا زیاد هست، من یه چند تا شواهدی عرض کنم. مسئله احتمال ضرر، عرض شد که ضرر مثل موضوعات دیگه که شارع حکم برش مرتب فرموده باید فعلیت داشته باشه، باید احراز باشه، و اگه احتمال بود اصل عدم جاریه مثل موضوعات دیگه. اما بالخصوص مسئله ضرر احتمالش منجز و معذره على الطرفین، به همون دو جهتی که عرض شد. یک مطلبی معروف بین فقها و متسالم و علیه بینهم به عنوان جزئی عرض میکنم که حالا اشکال نشه، چون و اون این است که دفع ضرر محتمل واجبه. چرا؟ احتمال که ضرر نیست، یعنی محرز نی که ضرر باشه، یعنی عرض کم جزئی تشکل نه، همون جایی که واجبه یا احتمال قوی باشه یا هر دو قوی، بله عرض کم جزئی. ببینید در جاهای دیگه ما میگیم احتمال وجوب وجوبه، نه احتمال یعنی شک در وجوب، احتمال حرمت حرمت، نه هر جا احتمال وجوب شد استصحاب عدم اصل عدم، احتمال حرمت شد استصحاب عدم اصل عدم. هر حادثی را که ما شک کنیم اصل عدمشه. وقت چرا به ضرر که رسید میشه دفع الضرر المحتمل واجبون، در همون حدی که واجبه، این چرا اینجوره؟ این ضرر چه خصوصیتی داره که بین تمام موضوعات احکام اینه که اگر احتمال شد دفعش میشه واجب، در همون موردی که واجبه، که محتمل اهم باشه مهم باشه یا احتمال مهم باشه یا هر دو مهم باشه. این یکی این که در قرآن احتمال با خوف مترادف با هم هستن. بله احتمال اعمه، احتمال به 70% میگن، به 20% هم میگن، و اما خوف به 20% نمیگن، باید 40% باشه 50% باشه. یعنی این ترادف اینجوری، یعنی حالا بگید که ترادف هم نیست اما در همون حدی که هست، عموم خصوص مطلق. تو قرآن کریم مکرر خوف آمده برای رفع احکام شرعیه. من یه دو سه تاشو، چون این بحث طولانیه، محل ابتلای عمومی هم هست کثیرن، من یه دو سه تا از آیه های رو میخونم که محتمل درش مهم نیست که گفته بشه این به خاطر اهمیت محتمله. مسئله قتل و مسئله این چیزا نیست. ببینید کمتر یه جا جمع شده، لذا این خلاف شدید شده. حتی
عرض میکنم مثل صاحب جواهر که یکی از فقهای مهم ماست، مختلف این طرف اون طرف صحبت فرموده. صاحب عروه رضوان الله علیه از فقهای مهم ماست. این آقایونی که اهلش هستن یه وقتی یه وقت مفصلی مطالعه کنن تا اینکه یک نواخت بشه بحث. ببینید فمن خاف من، قرآن فرموده کسی که وصیت کرد باید به وصیت عمل شد. حالا وصیت هر چی باشه، وصیت چیز کوچیک باشه یا چیز بزرگ باشه، این گیری نداره. بعد فرموده فمن بدله، این چیزی که وصیت شده، من بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه. درست؟ تبدیل وصیت حرامه، هر چی میخواد باشه وصیت. این حرام با خوف ارتفاع پیدا میکنه. پشت سرش خود قرآن کریم فرموده فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه. خود قرآن یه خورده قلب فرموده فانما اثمه علی الذین یبدلونه. با خوف ارتفاع پیدا میکنه. چرا؟ یه خوف یعنی احتمال. یک، حالا نمیخوام بحث مفصل کنم. یکی دیگه، ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، حلال نیست، حرامه. الا چی آیه؟ یک یخافا قرآن اینجا آورده. یخافا محلش از اعراب چیه؟ منش خوف ملاکه، لازم نیست خود حرام باشه. الا ان یخافا الا یقیما حدود الله فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهم. ببینی؟ این خوف چیه؟ یعنی اگه خوف ملاک نباشه، خود اون شی ملاک باشه، باید مثلا اینجور باشه الا ان لا یقیما حدود الله. نه، فرموده ان یخافا. این هم یکی. مسئله مسئله قتل و مسائل مهمه نیست، مطلق و هر حرامی. یکی دیگه، و این خفتم خفتم، عنایت که در خفتم یعنی احتملتم، یعنی احتمال. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان باز خفتم الا تعدلوا فواحده. این آیه های، یعنی بعضی از آیه هایی که خوف درش در محرمات عادی مطرحه. عادی نه معنیش اینه که میگم مهم نیست ها، یعنی محرمات مثل شرک و مثل قتل و مثل اینا نیست. و این امرأة خافت من بعلها نشوزا، نشوز حرامه. خوف نشوز دیگه چه محلی از اعراب داره؟ خدای عز و جل حکم را متعلق به خوف کرد، یعنی احتمال. و این امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، ممکنه نشوز نباشه، ممکنه نشوز نشه، اما خود خوف میشه موضوع. این روایات که بالعشرات هست. حالا من روایاتو نمیخوام بخونم که وقت بگیره، میخوام فقط اشاره کنم به استفاده فقها از این آیات و روایات. مرتب مسئله خوف مطرح میشه که ریشش هم همون کبرای کلی است که دفع ضرر محتمل واجبه، که یعنی فرمایش فقه هاست. ببینید یه وقت، یعنی بحث کجاست؟ یه وقت محتمل مهمه، احتمال ضعیف هم اعتنابش میشه، گیری نداره، این مورد بحث نیست. اگر احتمال اینکه ماشینی که شخص میخواد سوار بشه، احتمال اینکه تصادف بکنه و کشته بشه، این احتمال درش هست. این احتمال اگه 10% هم باشه جایز نیست ماشین سوار بشه، تعریض نفس القتله. یا یک فرض کنید شیری گرگی در راه هست، میترسه که نتونه فرار کنه ازش، با ماشین بره فایده نکنه، جایزه بره؟ نه، با اینکه ممکنه بگذره مشکلی نشه. یه وقت محتمل مهمه، قتل. اینجا احتمال کم هم مورد اعتناست، هم عقلا اعتنا میکنن هم در شرع مورد اعتناست، گیری نداره.
یه وقت محتمل مهم نیست، احتمال مهمه. احتمال 90% وضو بگیره تب میکنه، هوا سرده، با اینم ضعیف البنیه است. خب محتمل خیلی مهم، زلی دیروزم تب بکنه، بکنه، مسئله ای نیست. اما اگر 90% احتمال میده تب بکنه، روزه بگیره احتمال میده یه دو سه روزی تو خونه بیفته تب و نوبه بکنه، بعدم خوب میشه، چیزی نمیشه. محتمل خیلی مهم نیست، اما احتمال داره 90% اگر روزه بگیره این ناخوش بشه، بیفته، بیفته ای که خوف موت نیست، خوف این که سوی چشش از بین بره، نمیدونم قوه از بین بره نیست. محتمل مهم نیست خیلی. اگه احتمال مهم شد اینم مورد اعتناست، اگه هر دو مهم شد اونم مورد اعتناست. بحث این ستا نیست، بحث جای این است که این ستا نباشه، نه اینکه هم احتمال ضعیف باشه هم محتمل ضعیف، در حدی که نه این طرفش محرزه نه اون طرف، اسمش بشه خوف ضرر، اسمش بشه احتمال. اینجا این رافع حکم است یا نه؟ وجوبن یا جوازن؟ حالا یه جاهای واجبه یه جاهای جواز، اصلش رو عرض میکنم. بحث سر همچی جاییه، ببینید خود فقها چی فرمودن. من یه دو سه تا نه خیلی از فرمایش های بزرگان رو نقل میکنم. ببینید این صاحب جواهر در کتاب صوم جلد 16 صفحه 346، آقایونی که میخوان دنبال کنن چون مسئله واقعا سیاله، صدها و صدها فرع تو فقه درش هست، عرض میکنم جاشو ببینید. بل قد یقوا، این عبارت صاحب جواهر، الاکتفاء بالخوف الذي لا يعتبر في صدقه عرفا حصول الظن. یه وقت یقین داره اگه روزه بگیره مریض میشه، یه وقت ظن داره که مریض میشه، 60% که مریض میشه. صاحب جواهر میفرماد اینو نمیگیم ما، اون کمتر رو میگیم، اون 50-50، اون 40%. یقوا، قد یقوا که بگیم اینجور آدمی که احتمال میده مریض بشه، موتم نی در کارها، احتمال میده بمیره از روزه، احتمال میده مریض بشه، ظنم نداره، یعنی شک یا کمتر شک. قد یقوا الاکتفاء بالخوف، همین مقدار کافیه که روزشو بخوره. چرا؟ این احتمال ضرر، این احتمال ضرر چیز دیگه که نیست، در این حد. ایشون حالا جاشو گفتم، بله، یه فرمایشی ایشون صفحه بعدش گفته که حالا تو فرمایش صاحب عروه عرض میکنه. ایشون فرموده که بد نیست آقایون عنایت کنن، باید این احتمال عقلایی باشه که دیشب هم اشاره شد. چرا؟ مگه ضرر و حرج شخصی نیست؟ اگر یه شخصی آدم ترسویه، اعصابش ضعیفه، از چیزی که عقلا نمیترسن این میترسن، یه از چیزی که عقلا وحشت نمیکنه این وحشت میکنه، شب تا صبح خوابش نمیبره، ملاک خودشه یا ملاک عقلا؟ اگه ضرر و حرج شخصیه چرا ملاک خودش نباشه؟ صاحب جواهری چیزی فرموده که یه جایی دیگه خود ایشون پابندش نشده، فرموده نعم یعتبر، این خوفی که گفتیم، یعتبر فیه کونه خوفا معتدا به. چرا؟ چرا؟ از استدراک الاکتفاء، الاکتفاء بله این فرمایش حضرت عالی. حالا من دارم فرمایش صاحب جواهر رو میخونم. نعم یعتبر فیهی، در این خوف، کونه خوفا معتدا به، لا نحو الناشئ من الاوهام السوداویه،
حالا ها میگن اعصاب، اعصابش ضعیفه. قدیما میگفتن این از سوداست، در اثر غلبه سودا آدم حالت اینجوری پیدا میکنه، یه تقی که میشه واقعا پریشون میشه، یه کم و زیادی که میشه که غالب مردم پریشون نمیشن از این مقدار. صاحب جواهر میگه احتمال سوداویه نباید. چرا؟ چرا؟ کجای آیه و روایت داره احتمال سوداویه نباید باشه؟ خود فقها فرمودن ملاک در ضرر و حرج شخصیه، یکی آدم قویه قلبیه وحشت نمی کنه زودی، که آدم ضعیف القلبه که حالا بهش میگن اعصابش ضعیف. اعصابش ضعیف چرا؟ که اعصابش ضعیفه ملاک خودشه. ملاک چرا ملاک معتد بهی باشه؟ حالا یکی به احتمال هم دیگه خوف میگن با این بیان. بله مثلا خوف یعنی نه 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 و احتمال خیلی ضعیفه که اعتنا نمیشه، یعنی مثلا 1-2%، یعنی یه چیزیه که خلاف اینه که احتمال احتمال 1%، 10%، این لا یطلق علیه الاحتمال، منصرف ازش، اونو نمیگیم. عرض کردم که خود صاحب جواهر تصریح کرد لازم نیست به ظن برسه، حتی ظنم نباشه، پایین ترم باشه. ببینید خود ایشون باز، بله این جواهر بود. حالا یه 3-4 مطلب دیگه از جواهر اینجا نقل شده که حالا خودتون مراجعه کنید. عروه، صاحب عروه فرموده است که بله کسی که میتونه مسئله خلو سرب، کسی که حج پول داره بدنش سالمه همه چی، اما راه یه وقت ناامنه، یه وقت خوف این دارد که امن نباشد. یکی از شرایط استطاعت اینه که راه امن باشه. امن باشه، اگه امن نیست یا احتمال میدهد که امن نباشد. احتمال چه کار است؟ ببینید صاحب عروه میفرماند شخصی خیال میکرد راه امن نیست، نرفت حج، بعد من رو اشتباه کرد راه امن بوده، این مستطیعه، حج برش مستقر شده، فقط معذوره که امسال نرفته. شون میگه نه مستقر نشده برش. چرا؟ میبینید فهل یستقر علیه الحج اولا وجهان والاقوا عدمه. این ضرر خیال میکرده هست، واقعا هم ضرر نبوده، پس ضرر نبوده، تخیل الضرر بوده. ضرر رافع حکم یا تخیل الضرر؟ ایشون میفرماد تخیل الضرر، کلمه تخیل نمیگه ها، چون وقتی که این خیال میکرد که ضرر هست پس خوف داشت. والاقوا عدمه، و غالب فقها با ایشون موافق شدن، حاشیه نکردن. چرا؟ این لانه رو ببینید عروه، لان المناط فی الضرر الخوف، خوف یعنی احتمال. ولی آقا بله بعد انکشفه که نبود، ولی اون وقتی که خوف داشت به صرف احتمال نباید باشه. نه ایشون میخواد بگه خوف یعنی احتمال. میدونم خوف یعنی احتمال، خوف غیر احتماله. حتی صاحب جواهر تصریح که لازم نیست ظن باشه، پوینتر ظن. کجا اینو فرموده ایشون؟ بیارید. خلاصه ببینید لان المناط فی الضرر الخوف یعنی چی؟ بتعلیل یعنی شارع، ولی شارع که نفرموده لا خوف و ضرر، فرموده لا ضرر فی الاسلام. ایشون میگه ملک خوف. میدونم اون مناقشه کردیم به چه دلیل عقلایی باید باشه، خوف خودش ملاکه یا خوف عقلا؟ لا ضرر لا حرج شخصیه یا نوعیه؟ ما
بله خودش هم باشه به صرف احتمال نیست. نمیگم احتمال ضعیف، عرض کردم اونو نمیگم. بله. نه احتمال ضعیف هم نه. باید زن باشه. اوقلایی یعنی همون شکلی که اوقلا اوقلا برای خودش اوقلا 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 مقیدن که این خوف به زن برسه تا رافع تکلیف باشه. معمولا اگه تا زن برسه نمیگم. یه عرف جواهر. خوندن عرف جواهر. لازم نیست زن باشه. نه بله گفت سوداویه نباشه. عرض کردم خب همین چیه ملاکش خود اینا آقایون میگن. حالا بله در چی؟ در صوم چی؟ در حج چی؟ در وضو چی؟ در نماز چی؟ در معاملات چی؟ کجا کودلی؟ ببینید این عبارت عروه است، میگه لأن المناطف الضرر. شارع فرموده لا ضرره، نگفته لا خوف ضرر. چون میگه ملک خود ضرر نیست، ملک خوف ضرره. تشخیص دا حتی اگه تشخیص دادن خودش خوف داره مرتفع برش تکلیف، چون شخصی بودن معناش همینه. اگر نبگید نوعیه لا ضرر لا حرج نمیگن. ببینید ایشون خود لا ضرر رو مقید کرده به اینکه مراد از لا ضرر وجود و ضرر خارجن نیست و واقعا مراش خوفه. حالا نه من هم که دیشب عرض کردم عند العقلا خوف ضرر مرتبه من مراتب الضرر، يعاملون معه معامله الضرر. اینا بعضی شواهدشه. ولی شواهد برای اینکه احتمال باشه نیست. اون الان احتمال نشد. یعنی ظن باید باشه؟ بالاخره احتمال. آها خوف یعنی احتمال یعنی چی؟ احتمال به 30% به احتمال. نه اونو نمیگم. عرض کردم 10% 30% هم میگن. بله 40% هم میگن. بله چرا خوف ملاک خوف خودش هم هست حتی اگر خوف عقلا نیست. بله ببینید لأن المناطف الضرر الخوف وهو حاصل خوف حاصل. بالاخره باید یه حدی بر این خوف قرار داده بشه که تا 10% هر حدی وسش بذارید این احتمال ضرره. بالنسبه علم به ضرر که نیست، ظن به ضرر هم گفتن لازم نیست، میشه احتمال. دفع ضرر محتمل واجب از کجا از اومده؟ یک تو آیه و روایت که نیست دفع ضرر محتمل واجب. اگر احتمال ضعیف باشه اعتنا نمیشه. اگر عرض کردم اول کار عرض کردم احتمال ضعیف محتمل مهم اینا مورد بحث نیست. محتمل این است احتمالی است که به مرتبه ظن نرسیده، محتمل هم نه اونقدر ضعیفه نه اونقدر قوی. این دوتا محرز بحث نیست، بحث سر غیر این هاست. ببینید مرحوم صاحب جواهر یه رساله‌ای دارن عربی به نام نجات العباد که یه عده شرح و حواشی هم داره و من یک نسخه‌ای که دارم مال چاپ هند مال 200 سال چقدر قبل که حاشیه 11 نفر از فقها برش هست، شیخ انصاری، الشیرازیان، میرزای بزرگ آزوان تقی، آخون، صاحب عروه، آشق عبدالله مازندرانی، اشم حمد طه نجف، آست اسماعیل صدر، حاج عرضه همدانی، شیخ الشریعه، میرزای نائنی، اینا حاشیه برش دارن. تو نجات العباد اینجور میگه در مسوقات تیمم اذا قمتم الى الصلاة فغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق. بله تا آخرش اون آیه تیمم فلم تجدو ما ان فتیممو. لم تجدو گفتن معناش این نیست که آب نباشه، حتی آب باشه و مضره.
وقت میگن لازم نیست محرز باشه مضره. ببینید؟ و منها، یعنی این عبارت نجات العباد صاحب جواهره که 11 تا حاشیه برش هست و هیچ کدوم از اینا حاشیه نکردن اینجا رو. این اعاظم مثل شیخ انصاری، مثل آخون، مثل صاحب عروه، حاجی رضای همدانی. و منها الخوف ولو جبنن. یعنی چی؟ جبنن یعنی چی؟ یعنی آدمی ترسو. آدم ترسو یعنی چی؟ یعنی یک موردی که عقلا متعارف نمیترسن، نمیترسن. خوف این خوف داره. این ولو جبنن از کجا آوردن اینا؟ مال همه اینا همش ضرر بالخصوص یه چیزی است که احتمالش، نه اون احتمال لا یعتنا به که 1 و 2 10% باشه، نه اون محتملی که لا یعتنا به، نه. و منها الخوف ولو جبنن، یعنی این آدم جبانه، متعارف مردم، نه شجاعن نه جبان. شجاعها استثناء هستن، ترسوام استثناء هستن، جوان ها استثناء هستن. وقت میگه خوف ولو جبنن، این کلمه جبنن خیلی مطلب داره. ولو جبنن من اللص او السبع او الضياع او نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر على النفس او العرض او المال المعتد به، بل یه فلس یه ریال یه تومن نباشه. درست این بله. اینم یکی، اینم چی دیگه، اینم عبارات چی؟ نه نه، معتد به یعنی خوف 1 و 2% نباشه. من از اول عرض کردم چیه؟ نه نه نه، میترسه 30% میترسه، میلرزه، اما ظن به این ضرر نداره. یعنی بهش بگن راستی 70-60% فکر میکنه این ضرر، این بلا سرت بیاد، میترسه فلان جا بره اهانت بشه، یعنی به عرضش، عرض یعنی آبروش، آبروش صدمه بخوره. این ولو جبنن، جبنن چی میخواد بگه؟ خود شما بگید. جبنن آدم یعنی آدم جبانی، آدم غیر متعارفه. مطلق باشه همین، اگه معتدل بشه اضافه بشه نه نه، جبنن باید معتدل به باشه. یعنی خود این جبانه بهش میگن چند درصد این احتمال را میدی؟ میگه 30%، 40%، نه اینکه میگه که 2% و 5% و 10%. عرض اینه. و اما مسئله این که اندل عقلا معتنا به باشه، ای از کجا اومده؟ وقتی که شخصیه لا ضرر و لا حرج و مردم مختلف هستن، یک کسایی هستن واقعا اگر یه دونه توبش بگن شب تا صبح نمیخوابه از ناراحتی، یک کسی کتکش هم بزنن شب تا صبح میخوابه. آدم ها فرق دارن دیگه. وقتی که شخصیه معناش اینه. پس در باب این ضرر یه خصوصیتی داره. شارع فرموده لا ضرر فی الاسلام، اما مراد از ضرر فعلیت الضرر، احراز الضرر، الظن بالضرر، هیچ کدوم از اینا ملاک نیست. اون آیاتش که خوف بود، نشوز حرامه، خوف از نشوز چیه؟ نمیدونم چی حرامه هم که در آیات بود. اینا ضرر یک موضوعی است که اونی که فقها میفرمان که موضوعی است که اگر این، اگرش فقها گفتن حرف خوبی هم هست، حرف درست هم هست، قبولم دارم، من دیشب چیزی اضافه عرض کردم، و اون این است اگر بنا بود وضو واجب باشد مگر یقین کنه به ضرر، روزه واجب باشد مگر یقین کنه به ضرر، یا ظن به ضرر پیدا بکنه، حج رفتن واجبه برای مستطیع مگر یقین به ضرر کنه، جمعیت زیادی چون یقین به ضرر نداشتن و واقعا ضرر بود تو ضرر می افتادن.
چون یقین به ضرر در وضوع و غسل نداشتن از آب سرد و واقعا ضرر بود تو ضرر میافتاد. این نقض غرضه. نقض غرض لازم نیست کلی باشه، غالبی باشه، ولو یه مقدار معتنابهی باشه نقض غرضه. نقض غرض کار حکیم نیست. شما در حد حکمت خودتون نقض غرض نمی کنید. چون نقض غرضه لهذا لا، ولو چرا فرموده لا ضرر گفتن یعنی لا احتمال از ضرر، گفتن دفع الضرر المحتمل واجب، نگفتن دفع الضرر واجب. اون که معلومه جاهای دیگه این نیست. اون به انصراف، انصراف به ازش. نه خود اون آدم ترسو، اینو که قضیه شخصی است که همه میگن تسالم برش هست، بحثی نیست که لا ضرر ولا حرج شخصیه، نوعی نیست. این تیکه رو گفتن فی محله تسالم برش هست. اونی که صاحب جواهر صاحب عروه گاهی اضافه فرمودن المعتنا به عند العقلا، این به ولو جبنن نمیسازه. آه. نه میگم آها نه ها، ولو جبنن. جبن چیه؟ آدم ترسو چیه؟ آدم ترسو اینه اون مقداری که متعارف مردم ازش نمیترسن اون مقدار را هم میترسه. همین عرض میکنم اما واجب حج بره این آدم؟ واجب روزه بگیره هم؟ نه واجب نیست. این آدم واجب نیست روزه بگیره. یه وقت دروغ میگه راستی، یه وقت نه راستی. یه آدم هستن اعصابشون ضعیفه، از یه ریز کمودری خبری که بشنیم حالا دروغ راست هرچی هست وحشت میکنه. نه این عروه، این جواهر اینا. پس هر موضوعی برای حکم شرعی باید فعلیت داشته باشه. این فعالیت هم باید علم بهش باشه الا ضرر، که در ضرر فعالیت لازم نیست باشه، علم بهش لازم نیست. همجور خوندم عبارت جواهر، حتی ظنم لازم نیست باشه. همین که صدق برش کنه خوف، که کلمه خوف در باب صوم تو روایات اومده، تو آیات قرآن هم که مکرر اومده. خوف یعنی چی؟ خوف یعنی در حدی باشه که ظن، نه کمتر ظن هم خوف بهش میگن. مطلق نمیخوایم خاصه به صوم بگیم. عروه حج بود گفت صاحب جواهر. همین من میخوام اینا شاهد بگیرم که ما تنها تو میدون نیستیم. یه عظم اینجور گفتن. شو این کلمه لوله و جبنن، این یک جلد کتاب مطلب درش هست. چرا ولو جبنن؟ عقلا جبن ندارن. عقلا به خاطر خوفی که یک جوان یک ترسو داره این را ملاک نمیدونن. ایشون میفرماد ملاک خوف خود مکلفه، ولو این خوف سببش جبن باشه. نظر طبیب و متخصص داره کسی که روزه پس نمیگیره، احتمال شخصی دیگه. طبیب چه بگه برای ضررش؟ اینو دیشب عرض کردم تو عروه داره. فقها هم میگن اگر طبیب به یه شخصی گفت آقا روزه برای شما ضرر نداره، یا ما آدم اعصابیه، هول داره، خوف داره، صاحب عروه میگه طبیب ملاک نیست، با اینکه اماره است میگه ملاک خودش. و به عکس اگه طبیب بهش گفت آقا روزه برای شما ضرر داره، اگه روزه گرفتی صدمه میخوری، این نه خوف نداره، فکر میکنه که اشتباه کرده طبیب، باید روزه بگیره. عروه داره، فقها هم قبول کردن ازش. نه اونو نمیخواید بگیم. بیمهابا آدم، بیمهابا آدمی که متحوره نمیگیم. نه همون متحور، همون متحور اگه بین خودش و خدا راستی خوف نداره، بله مکلفه، بله مکلفه، ملاک شخصیه. مقابل جبنه، یه آدمی جبانه زود خوف پیدا میکنه، یه آدمی متحوره عقلا خوف داره، این خوف نداره.
این خلافی جماعتی من هم صاحب عروه فرموده نه، در جایی که حرام باشه اقدام. آخه خود لا ضرر و لا حرج بحث دیگه است که اصلش خود عروه هم داره لا ضرر و لا حرج رخصت لا عزیمه، یعنی اگه حج ضرری شد نه ضرری که به موت برسه، انسان مرخص یعنی رخصت داره که نره حج. صوم ضرری شد رخصت داره روزه نگیره، اگر روزه گرفت به رخصت عمل نکرد، روزش صحیحه حجش هم صحیح. اما اگر نه این ضرر جوریه که میترسه اگر روزه بگیره بمیره و مع ذلك روزه گرفت اما ضرر ندید، اگه حج بره بمیره تلف بشه، بنیش ضعیفه، فشار بالا داره، هوا شدید گرمه، کسی مساعد نداره، این یقین داره که اگر بره حج تلف میشه، اگر حج تلف نشد باکش نشد. عروه و جماعتی فرمودن اصلا حجش باطل فایده نداره، جماعتی هم فرمودن نه وقتی کشف خلاف شد حجش صحیحه. بندم جز کسایی هستم که این فرمایش این آقایون را فکر میکنم. دوست کنم یه مسئله دیگه است که اگر حتی علم به ضرر داشت و انکشف که ضرر نبوده، خلاصه یه مسئله یه از اول تا آخر فقه این ملاک داره. بر اولاد واجب نفقه والدین رو بدن، عمودین، والدین و اولاد، این یه خرد پول داره. نفقه زوج واجبه، اگر نداد دین میشه. نفقه ارحام واجبه، پدرشه، مادرشه، پدر بزرگه، مادر بزرگه، پدر پدر بزرگشه، مادر مادر بزرگشه، اولادشه، نوشه، نتیجهشه. اینا اگه فقیرن و ندارن و این داره و میتونه واجب النفقه است، و اگه نفقه هم نداد کار حروم کرده، دین نمیشه در نفقه ارحام که آقایون مستحضر هستن. این تیکش متسالم علیه. حالا یه قدری پول داره، فکر آیندهشو میکنه، اگه خرج عمودینش هم فقیرن، 20 نفر از طرف بالا پدر و مادر و اینا، 30 نفر از طرف پایین نوه و نتیجه اینا، همه فقیرن، اینم یه قدری پول داره، واجبه بیش از نفقه خودش واجبه به اینا بده. اما واقعا میترسه اگه خرج اینا رو داد فردا خودش مجبوره به گدایی بشه، نداشته باشه، ولو رو جوبن باشه این ترس، 100 میلیون هم پول داره، اما میترسه نکنه مریض بشه، مجبور بشه این 100 میلیون رو خرج کنه، دیگه هیچ جوزش نمونه. اینجا وجوب نفقه ارحام میاد، همین مسائل. چه فرقی میکنه؟ آقایون جبلن گفتن 11 تا از اعظم حاشیه کردن، این تفصیل رو نگفتن، چه لزومی داره؟ جبن جبنه، آدم ترسویه، مثل آدم متحور میمونه، یعنی غیر متعارف در این که زود میترسه. نه من میخوام، من ادله رو اول آیات رو خوندم، دیشبم دلیل رو گفتم، عرض کردم دوتا دلیل داره، یکیش گفتن نقض غرض که آقایون گفتن، یکی من عرض کردم که عند العقلا خوف ضرر ضررون، احتمال ضرر ضررون، وقت استشهاد به این کم، یعنی من تنها نیستم دارم این حرفو میذارم، اعظمم همینو فرمودن. وقت چیکار آدم میکنه از اول تا آخر، در نفقه والدینه، در نمیدونم واجب امر به معروف و نهی از منکر، خوف آدم ترسویه، خدا رحمتش کنه، فوت شد زمانه کمونیست ها در عراق، یه عده‌ای بنا شد از بعضی های بیانیه بدن، یکشون حالا شوخی میکرد، جدی میگفت، میگفت که به اون رفقا میگفت که آقا حالا هوا گرمه بیانیه ندیم، چون اگه گرفتن حبسمون کردن کلافه میشیم تو حبس، بذارید خورده هوا خوب بشه. خلاص آقای رفیقش بود جلوش نقل میکرد، اونم انکار نکرد. حالا اگر راستی آدم ترسوه، راستی ترسوه، گفت جبن تو عروه و اینا هم آمده، خلاصه ملاک خوف و ضرره، احتمال و ضرره، نه احتمال ضعیف، نه محتمل ضعیف، بک احتمال مهم یا محتمل مهم یا هر دو مهم. در این اگه این شد احتمالش اعتنابش میشه. حالا
اینو در مطلق میگن یا در جایی که مصلوب القدره است، نه اینکه حرجه. بله ها بله. بله بله همون وقت باید بده، به لحاظ اینکه خود آیه هم مطلقه، نگفته مقیدش نکرده به بعد از اینکه نتونست قضا بکنه، چون قضا برش نیست. وقتی قضا مثل ذو العطاش میمونه، مثل اینایی که کلیهشون مسئله داره باید آب بخورن که عرض بنده است که اینا ملحقه به ذو العطاش هستن، یا قند داره که باید آب بخوره، آب فقط، نه اینکه چیز دیگه، قرصی چیزی بخوره. خلاصه چون مطلقه آیه شریفه مال شیخ و شیخه، و علی الذین یطیقونه منکم فدیتون، این فدیه مطلقه، یعنی این برش فدیه هست، نه اینکه مقید به اینکه ماه رمضان حتی تمام بشه و قضام که برش نیست انجام بده. حالا ایشون هم یه فرعی فرمودن دیگه، گرچه حالا طول میکشه انشالله تا آینده. در خدمتتون هستم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، الا که مرغ جان من فرید در هوای تو، دلم به سینه می تپد به عشق کربلای تو. سلام ما به زینب و به تل زینبی عد، که شد فضای آن پر از نوای آشنای تو. به گرد کربلای تو کعبه طواف می کند، خیمه و قتلگاه تو مروه شد و صفای تو. و جلس الحسین علیه السلام فرغد ثم استيقظ وقال عليه السلام يا أختان رأيت الساعة جدي محمدا صلى الله عليه وآله وأبي علي وأمي فاطمة وأخي الحسن، وهم يقولون يا حسين إنك رائح إلينا عن قريب. تا این بیان رو شنید بی بی دو عالم، که عصر روز تاسوعا فرمود این گونه خواب دیدم، به من فرمودن تو نزد ما میای به زودی به ما ملحق میشی. فلطمت وجه آقا و صاحت و بکت، شنید اون خبری که انتظار داشت از لحظه ورود به کربلا، فرمود این چه سرزمینی است
از لحظه ورود غم‌های عالم به دلم نشست. با شنیدن این خبر لطمه به چهره زد. امام سجاد می فرماید شب عاشورا، اون شبی که قتل ابی فی سبیحتها. شنیدم در حالی که جوین مولا ابی ذر الغفاری غفاری شمشیر پدرم رو اصلاح می کرد، پدرم این گونه می خواند: یا در اف لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی. این شعر رو تکرار کرد. حضرت فرمود گریه ام گرفت، اما خودم رو آرام کردم. امم در حالی که تو مرضنی، در حالی که من رو پرستاری میکرد، وقتی شنید دامن کشان رفت تو خیمه ابی عبدالله. فرمود لیت الموت اعدمن الحیات. اليوم ماتت امي فاطمه وابي علي واخي الحسن. لطمه به چهره زد، غش کرد، آقا او رو به هوش آورد، او رو قسم داد: لا تشقي جيبك ولا تخمشي وجهك. از شنیدن این اخبار چنین حالی به بی بی دست می داد. اما چه حالی داشت اون لحظه ای که بدنی رو دید، نه سر داشت نه لب. پس با زبان پرگلان بزد رسول، پس با زبان فرگلان بزد بتول، رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول، این گشته فتاده به همون حسین تو، وین سید دست و پا زده در خون حسین تو. با تعجب اون بدن نگاه میکردم: تأخیر انت ابن امی و ابن والدی، حسین من تا نیزت زدن به زمین خورد خواهرم. با تو چه کردن در این روز آخری؟ این همه به فکر غنیمت گرفتنن، این همه به فکر غنیمت گرفتنن، از گوشواره ها گرفته تا کون معجری، اصلا کجا نوشته که در روز معرکه در قتلگاه باز شود پای مادری؟ خودم دیدم که زهرا گریه می کن، خودم دیدم سرشک مادرم ران. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبن ینقلبون. اله فرج منتقم آل محمد برسان. لا مرتا در رکاب اون حضرت، از جمله طلب کنندگان خون ابی عبدالله قرار بده. الها به ظهور امام زمان دل مولایمون شاد بگردان، این مجالس به تأیید اون حضرت برسان. خدمتگزاران به مکتب، خدمتگزاران به مذهب، الها علمای عاملین، زحمت کشان دین، مرجعیت حاضر در مجلس، در پناه امام زمان محفوظ بدار. صلواتی خدر.